رادیو همراه بفرمایید. سلام، بفرمایید. خیلی خوشحال هستم که این فرصت هستش میتونیم با شما صحبت بکنیم. منم همینطور، بفرمایید. خشم آقای دکتر، من در مورد مهاجرت سوال داشتم در واقع. حالا من یه اطلاعات در مورد خودم بدم که بتونم باهاتون صحبت کنم. بفرمایید. من 33 سالم هستش، بعد 8 سال خارج از ایران تو کشور چین در واقع درس خوندم و سن 24 سالگی ایران برگشتم. مقطع لیسانس و فوق لیسانس هم اونجا خوندم. بعد رشته خودم فایننس هستش، هر دو مقطع تو همین رشته بوده و الانم به زبان چینی در سطح ادوانس در واقع مسلطم. بعد من زمانی که در واقع مقطع فوق لیسانس هم تموم شد دانشگاه. بذار یه سوالی بکنم، شما در چه سنی رفتید چین و چرا؟ من 16 سالگی مربوط به یه در واقع حالا مأموریت کاری بود، شروعش به این شکل بود، ولی بعد از در واقع 5 سالش رو تنها زندگی کردم. نه نفهمیدم، مأموریت کاری به دختر 16 ساله؟ نه خانوادگی بود، یعنی مأموریت برای خانوادگی بود که رفتم اونجا، شروعش به این شکل بود. کیا بودن؟ پدر و مادر دیگه کی؟ پدر مادر و برادرم. برادرتون از شما کوچکترن بزرگترن؟ چند سال؟ بزرگتر هستم، 5 سال و نیم از من بزرگترم. پدر تو سازمان دولتی بودن یا تو بخش اقتصادی؟ دولتی نه، در واقع نیمه دولتی محسوب نمی شده. آخه میشه من بگید یه پدر و مادری با دو تا بچه تو سن مثلا 14 و 19 برن چین؟ دیگه میگم حالا موقعیت کاری بود، من حالا از اونجا هم در واقع حالا خب من میدونم موقعیت کاری بود، ولی 500 تا موقعیت کاری دیگه هم پیدا میشه آخه. نه ببینید، غیر عادی است که من بگم موقعیت کاری بود در جنگل های آمازون، خب معلوم موقعیت کاری بوده، ولی یه چیز استثنایی نبوده. اونم با دو تا بچه تو سن تینیجری ما پاشیم بریم یه کشوری که با فرهنگ و زبانش هیچ آشنایی نداریم. خب من برادرم که مقطع لیسانسش رو اینجا تموم کرده بود، خودم هم در واقع دیپلممو یعنی یک سال مونده بود و من اونجا وارد دانشگاه شدم دیگه، یعنی تو این حالت بودش. اوکی، به هر حال خانواده عجیب و غریبی هستید، بفرمایید. خواهش میکنم. بعد من خب اونجا درسم تموم شد، با اینکه دانشگاه بورسیه دکترا رو در واقع به من میداد و اینا، و من خودم کلا به تحصیل علاقه دارم، یعنی همیشه دوستم تو زندگیم بحث آموزش و اینا باشه، ولی احساس میکردم که نیازه که مثلا تو بازار کار وارد بشم و اینکه یه تجربه‌ای داشته باشم یا یه ایده‌ای داشته باشم که بخوام مقطع دکترا رو در واقع نه فقط به خاطر مدرکش بلکه برام یه جنبه علمی داشته باشه، که در واقع تصمیم گرفتم ایران اومدم و در واقع هدفم این بودش که زبان انگلیسیمو اینجا قوی بکنم و اقدام بکنم برای در واقع جای دیگه، که حالا تا برگشتم ایران زبانمو در واقع شروع کردم و اینا، مدرک زبانمو در حد سطح آکادمیکی که نیاز بود گرفتم و در واقع میخواستم اقدام کنم حالا برای کانادا، مقطع دکترا و GRE امتحان دادم و به این سمت رفتم، که حالا چون فاند میخواستم موفق نشدم که در واقع حالا اون پوزیشنی که میخواستم رو بتونم براش اپلای بگیرم. شما تو چه رشته ای میخواستید بیا دکترا بگیری؟ من اقتصاد کاربردی در واقع اون حالا جایی که مد نظرم بود رشتهش اقتصاد کاربردی بود. خب شما میدونید در اروپا و به ویژه در امریکا و کانادا یه رشته هایی هستن که به دلیل ارتباطشون با صنایع یه مقدار امکانات مالی دارن که به دانشجوها میدن، ولی برخی از رشته‌ها کسانی نیستن که پولی در اختیار داشته باشن. یعنی شما بگید من میخوام بیام روانشناسی بخونم یا جامعه شناسی یا حتی اقتصاد، احتمالا پولی وجود نداره، ولی اگر شما بگید من میخوام مهندسی برق یا کامپیوتر بخونم، صدها سازمانن که پولایی رو به دانشگاه ها دادن و دانشگاه اونو در اختیار دانشجویان میذارن، یا پروژه هاییست که استادا با اون سازمان ها قرار و مداری دارن. برابر این که شما بیایید از این طریق به نتیجه برسید، نه اینکه نیست، ولی خیلی خیلی احتمالش کمتره، چون دانشگاه همچی بودجه های رو برخی از دیپارتمان ها ندارن. یه دیپارتمان هست که بسا 100 برابر دیپارتمان یا بخش دیگه پول در اختیارش. خب استادش هم با توجه به پولی که هست پروژه‌ای رو داره، جای دیگه نه، ولی
حالا شمایی که به چین رفتید و بعد به زبان چینی هم آشنا هستید و به هر حال تو رشته ای رفتید که رشته خیلی تخصصی نبوده، بلکه تازه فایننس به مقدار زیادی یا تا اقتصاد به مقدار زیادی زمینه بومی داره، یعنی کسی که اقتصاد ایران رو میدونه با اقتصاد امریکا یا ژاپن، درسته که از نظر علمی به هم شبیه و نزدیکن، ولی چون مسئله عملی هست یه مقداری موضوع رو متفاوت میکنه. برای شما در سن و سالی هستید که الان موضوع اصلی و اساسیتون باید ازدواج باشه تا احتمالا تحصیل یا مهاجرت. ازدواج کردید یا نکردید؟ من واقعیتش حالا این صحبت هایی که شما فرمودید در مورد نوع رشته و اینا، چون در واقع رشته علوم انسانی هستش، یکم بحث همین مسئله که شما فرمودین توش فاند و اینا خیلی کمه. منم خب یه دانشگاه خیلی محدودی، یعنی تعداد انتخابام خیلی محدود و یک جا اقدام کردم. ولی در حال حاضر حالا سوالی که از شما دارم اینه که حالا نظرم اینه که الان بخوام تحصیلی اقدام کنم نیستش و نظرم کلا روی مهاجرته. حالا من نمیدونم این بخش رو ادامه بدم یا اول اون سوال شما رو پاسخ بدم. سوال منو جواب بدید، شما میگین نظرتون راجع به ازدواج چی؟ چون اگر میخواید ازدواج کنید تشکیل خانواده بدید الان وقتشه، یعنی الان این باید موضوع اول شما و ترجیح و اولویت شما باشه. اگه نمیخواید خب اون میره کنار، بحث های دیگه مطرحه. من واقعیتش یکی از علتهایی هم که حالا تو فکرم بود و ایران برگشتم این بودش که اینجا کیسای ازدواج و یا منظور اینه که بالاخره ایرانی ها هستن بیشتر و اینا، یک هدف هم این بود در واقع یه فرصتی باشه واسه آشنایی و اینا. منطقه خب من تا سن 28 سالگی تو رابطه نبودم و سن 28 سالگی وارد یه رابطه شدم که 5 سالی در واقع طول کشید که حالا اخیراً یه 3-4 ماه از این رابطه بیرون اومدم که حالا متاسفانه شاید چون تجربه هم کم بود و اینا در نهایت رابطه موفقی نبودش. و اینکه نه البته به تجربه ارتباطی نداره رابطه، رابطه به آگاهی و ویژگی روانیمون و بعد تصمیماتی که میگیریم مرتبط. تجربه آدم ها به میزانی که رابطه های بیشتری دارن یا ازدواج بیشتری دارن انتخاب بدتری میکنن، یعنی اون رو کاملا میشناسیم، دلایلش هم از نظر علمی میدونیم چه هست. ولی شما به اون گونه که خودتون میگید باز یه چیز دیگه به ذهن من میاد، یه دختر خانمی آمدن به سن 27-28 سالگی رستن از با هیچ کس رابطه ندارن، فقط موضوعشون مهاجرت هست، اونم مهاجرت به کشور عجیب و که هیچ وقت هم به این راحتی ها شما چینی نمیشید، خارج از اونجا هم فقط یه زبان چینی رو میدونید که ممکنه اصلا در طول زندگیتون هیچ وقت به کارم نیاد یا استفاده محدودی داشته باشه. ولی مسئله من ازدواجتونه، برام موندن 4-5 سال توی رابطه که درست نیست عزیز. یه رابطه ظرف 6-8 ماه دیگه حد اکثر، اگر یه شرایط خاصی در دوره جوونی باشه 18 ماه قراره به یه نتیجه برسه. ما که قرار نیست توی رابطه بمونیم اونم 5 سال، چون همه فرصت ها از بین میره و تازه آسیب میخوریم و بعدم مثل یه آدمی است که ازدواج کرده و جدا شده در میایم که نفر بعدی به موضوع این گونه نگاه میکنه با توجه به مدتش. حالا من نمیدونم ازش گذشتم، چون من اصلا چون نمیتونم، یعنی ویژگی روانی من نیست که پنهان کنم که گفتم تصمیم عجیب و غریبی پدر مادر شما گرفتند و انتخابات بوده، الان هم مثل که همچنان ادامه داره. حالا هر جور که شما دلتون میخواد و دوست دارید، اگر فکر میکنید من میتونم اطلاعاتی بهتون بدم، هر پرسشی دارید یا اگر مسئله ای هست مطرحش کنید ببینیم با کمک هم میتونیم اون رو حلش کنیم یا نه. من الان نمیدونم واقعا پرسش اول شما یا موضوع اول شما چی عزیز؟ موضوع اول من در مورد در واقع الان من هر روز، یعنی این تصمیم و زمانی هم که ایران برگشتم هیچ موقع دوست نداشتم که در آینده مثلا در سن حالا 50 سالگی تو ایران زندگی بکنم و کلا سبک زندگیه والا ایران، حالا جامعه ایران یا اون نوع، چون من بالاخره 8 سال یه جای دیگه بودم، یک زندگی رو تجربه کردم، با خارجی ها کلاسامون بوده، فرهنگ های مختلف رو دیدم و اینا رو، زیاد از نظر ماهیت حالا جنس زندگی تو ایران با یکم با من تطبیق نداره. بعد همیشه این تو ذهن من، یعنی رفتم حالا خب پذیرفتم ازت، نه پذیرفتم ازت، شما ترجیحتون این هست که در خارج از ایران زندگی کنید. خب بیا راجع به اون صحبت کنیم، بفرمایید. بعد
همین، من این ابهامی که در مورد آینده برام وجود داره یکم منو همیشه دودل میکنه، چون من الان در حال حاضر اوایل که جایی به صورت ثابت بانک کار میکردم، اون موقع با شما من تماس گرفتم حدود 8 سال پیش و شما راهنمایی کردین، من از اون شغل در واقع خارج شدم، الان به صورت فریلنس تو همین زمینه زبان چینی کار میکنم و خب درآمدم نسبتا تو ایران والا درآمد خوبی هستش، کارم دست خودم از نظر زمان بندی و اینا، ولی خب کار آزاده دیگه، یعنی همونطور که شما از یه طرف زمان دست خودته ولی بعد یه برنامه‌ریزی داشته باشی و یه سری مشتری خودتو داری. خب میدونم که ادنه استرس کاری ندارم و چون زبانم در سطح خوبی هستش از این جهت راحتم با کارم، ولی از این جهت هم به صورت بلند مدت یکم زندگی تو ایران به این سبک اذیتم میکنه و اون ابهام آینده که من برم اون سمت، مثلا الان تو فکرم هستش که برای استرالیا اقدام بکنم، اونجا سبک کاریم به چه شکل میشه، برم اونجا مثلا استرس کاری داشته باشم، پشیمون بشم و اینا، یکم واقعیتش تصمیممو نمیتونم قطعی بکنم. خودم شاید با صحبت شما در واقع چراغی رو برای من روشن بکنید که من بتونم بهتر تصمیم بگیرم. آخه پرسش مربوط به استراب و استرس و حرفای اینا که اصلا معنی نداره عزیز، اینا برمیگره به ویژگی روانی ما. یه آدمی است که برخی از اوقات چالش و مبارزه رو دوست داره و بعدم با اوضاع کنار میاد، خب حالا یه جا کمتر یه جا بیشتر خب میره، اونا نمیشه از قبل پیش بینی کرد، اصلا اون مبنایی برای اندازه گیری نیست. ببینید چرا من با شما مسئله داشتم هنوزم دارم، ولی من و شما به این نتیجه رسیدیم بر اساس حرفای شما که شما ترجیحتون این است که خارج از ایران زندگی کنید، نمیخواید ادامه زندگی شما از این بعد در ایران باشه، اینو پذیرفتید. دو، پرسش منو پاسخ دادید بدید، نه به گونه ای که مربوط به الان باشه. حرف این است که شما اگر قصد تشکیل خانواده و ازدواج دارید این کار رو باید الان در ایران بکنید، یعنی آمدنتون به استرالیا یا رفتنتون به امریکا یا کانادا هر جای دیگری دایره انتخاب شما رو اینقدر محدود میکنه که اگر کمی آدمی باشید که موضوع ازدواج براتون اونقدر اهمیتش باشه ازدواج نخواهید. یعنی شما با یه تصمیم درباره مهاجرت یه تصمیم بسیار مهمتری میگیرید که تا آخر عمر خانواده ندارید. خب این خیلی تصمیم بزرگیه. و بعدم الان شما با توجه صبر کنید، با توجه به وقتی که از نظر من مجبورم بگم چون گفتم پنهان تلف کردید که رسیدید به اینجا، چی دارید؟ مدرکی دارید که احتمالاً اینو میتونستی تو 24 سالگی داشته باشید، نه 32 سالگی. و بعدم زبان چینی فقط جز در شرایط خاصی که خودتون به دنبالش اگر برید براتون مفیده ارزشی نداره، مگر یعنی اینکه کاری که الان دارید میکنید که یعنی زبان رو درس بدید. ولی بیاد شما ببینید همینجوری در مقابل خودتون 10 تا موضوع نگذارید. شما میتونید بگید یک، من نمیخوام در ایران زندگی کنم، این حتمی است، پشیمونم شدم شدم. دو، درباره ازدواجتون باید تصمیم بگیرید، اگر بی همسر ماندی تو بی خانواده مهم نیست خب بیاد بیرون، ولی اگر نه بیرون آمدنتون اشتباه، یعنی الان به یک باره موضوع رو به این صورت میچرخونه که هر کاری میخواید بکنید بکنید، به هر حال ازدواجتون رو هم بکنید. سوم، شما دارید به من میگید من میخوام ادامه تحصیل بدم، اونم مثلا توی رشته مانند اقتصاد یا اقتصاد کاربردی یا هرچی که میخواید اسمشو بگذارید. خب اولا مهم اینه که تو کدام کشور، و بسیاری از اوقات شما با داشتن لیسانس یا فوق لیسانس اقتصاد به جایی نمیرسید. دکترای اقتصاد داشته باشید میتونید درس بدید، ولی این تو کشوری که با زبان بومی شما یا آشنایید یا بومی اونجا هستید و شما با توجه به سن و سالتون اون انگلیسی رو در اون حد نمیدونید که برید دانشگاه در استرالیا درس بدید، یعنی اونا دلیل نداره شما رو استخدام کنن. بنابراین موضوع وقتی رو هم میریزید گرفتار میشید. گذشته رو میذاریم کنار، آنچه که شما هستید همکنون مطرحه. بنابراین شما به نظر من اول باید یه پرسشی رو که هست مربوط به ازدواجتون رو مشخص کنید، با اون عامل تعیین کنم. دوم، مسئله کشوری که میخواید برید رو، و سوم رشته‌ای که میخواید بخونیتون. هر کدوم از اینا رو میشه مطرح کرد، ولی درست مثل کسی که هنوز نمیدونه کدام شهر میخواد زندگی کنه، اصلا میخواد دنبال چه رشته شغل و کار بره، آیا میخواد به جایی بره که زبان و فرهنگش رو میدونه یا نمیدونه،
پرسش های شما روی هم به نوعی قرار گرفته و اگر نخواهید دونه دونه اونا رو به جوری جواب بدید، بعد ببینید با چه ترکیبی میتونید بیشتر اونها رو به گونه ای که دوست دارید پاسخگو باشید، گیر میافتید عزیز. یعنی میشه همون چیزی که تا به حال شده. دکتر من از صحبت های قبلی یه سوالی برام ایجاد شده و اینکه اون قسمتی که شما سوالایی که فرمودین رو من جواب بدم اونا رو هم آمادگی دارم. حالا گفتم اگه اشکال نداره اول سوالمو مطرح کنم. بفرمایید. آیتتا اونجایی که شما فرمودین این تصمیم عجیب غریبی بوده، از جهت اینکه خب این یه ماموریت کاری بوده و در واقع حالات ماموریت سازمانی بوده دیگه، خب و من اونجا از تحصیلی هم که داشتم، حالا با توجه به سنم و مقطع لیسانس و فوق لیسانس رو، در واقع تجربه خوبی میدونم از اینکه به یه زبان دیگه هم مسلط هستم. من فقط اون تیکر رو متوجه نشدم که چه. من کاملا خدمتتون عرض میکنم. از این ماموریت ببینید، شما یه جوری وانمود کنید که به پدر شما گفتن یا میرید اینجا یا تا آخر اون گرسنگی میخورید. ما که مجبور نیستیم بر اساس تصمیم یه سازمانی زندگی کنیم. از هزار تا آدمی که شما بهشون بگید بیا برو چین زندگی کن، 990 تاش میگه من برم اونجا بریم. هیچ ارتباطی ما با هم نداریم. بعدم شما دو تا پسر و دختر تینیجر دارید، میبردشون توی کشوری مثل چین که با زبان و فرهنگ ماشونش یه دنیای دیگری است. به من میفرمایید تجربه خوبی، همه چیز تجربه خوبی، منم میتونم مدرسه نرم برم دور دنیا بچرخم تجربه خوبی، اما فرصت ها از دست میره عزیز. شما الان در سن 32 سالگی در یه جایی قرار گرفتید که با توجه به هوش و دانایی که در شما میرم باید 22 سالگی قرار میگرفتید، نه 10 سال بعدش. بنابراین اون انتخاب درستی نبوده. از اولم عرض کردم برحال من اینجا حرفم غلط هست، بد هست، نادرست هست، ولی آنچه که حس میکنم، احساس کنم، باور دارم، اعتقاد دارم و مطرح میکنم. من اگر پدر شما، مادر شما من زنگ میزدن میگفتم هرگز این کار رو نکن، کجا دارید میرید؟ برام یه جوری وانمود آخه شما نکنید که ببینید. ما برخی از اوقات میگیم ما رو دعوت کردن به مهمونی، وقتی رفتیم اونجا همه به اون خندیدن. خب پرسش اون که برای چی رفتیم؟ چرا یه چیزی رو اول به عنوان یه اصل میگیریم که باید، بعد میریم سراغ جنبه بعدیش که کاری نمیتونستیم بکنیم؟ اون چه دلیل داره؟ یعنی ایشون هیچ دلیل نداشت که همچین کاری رو قبول کنن و برن. هیچ اجباری هم نیست که مسئله فرض کنید که سیاسی یا جنبه خاصی هم گرن. حالا اون گذشته، بنابراین من فکر میکنم این کاری که شده کار درستی نبوده. حالا اون گذشته، الان شما رشته ای که میخواید بخونید رشته ایست که معمولا در این کشورها با بسیار بورسیه نمیشه کرد، اینا رو معمولا کمک مالی نیست، پس باید روی اینکه خودتون چگونه میخواید هزینه ها رو به پردازید عمل کنید. ضمناً این رشته ای که میخواید بخونید گفتم یه مایه بومی داره، یعنی علم مهمه ولی اطلاعات information تو این زمینه ها مهمتره. بنابراین اگر شما بیایید فرض کنید در استرالیا یا امریکا یه همچین دوره فوق لیسانسشو بگیرید که حالا خودش 3-4 سال طول میشه، میشه 36-7 سالتون، عملا ای بسا کاری رو که یک کسی با دیپلم و فوق دیپلم میتونه بکنم پیدا نکن. یعنی این رشته چشمگیر نیست. بخواید برید تا مقطع دکتراش که مدتی طول میکشه، بعد عملا باز این از اون رشته هایی است که بازار کار بسیار محدودی با یک ویژگی خاصی داره که یکی از اونها بومی بودن و در اون شهر و کشور زندگی کردنه. از جایی به جایی نمیشه برد، مثل دوستانی که فرض کنید در ایران حقوق خوندن، خب بیان خارج اون حقوق با توجه به آنچه که حقوق ایرانی یا ادبیات ایرانی به درد انگلستان و فرانسه نمیخوره. یعنی اونجا جز در موارد بسیار بسیار محدود کاری ندارن. عرض منم خدمتتون این بود که شما تکلیفتون رو در جهت نمیخواد به من جواب بدید، من اصلا به دنبال جواب از شما نیستم. مسئله شما الان اول ازدواج، برای که همه این کارهایی که میخواید بکنید میتونه یک سال یا دو سال یا سه سال هم عقب بیفته، چون دیگه فرقی نمیکنه. یه زمانی هست که اون زمانها مهمن ولی یه زمانی هست که نیست. بعدم انتخاب رشتهتون و بعد شما بر اساس حرفی که ازتون شنیدم، شمایی که از ایران رفتید چین و اونجا بودید و
حالا برگشتید و خانوادتون در ایران هستن، یا حداقل من تا به حال اینو فهمیدم، میخواید برید یه جای دور از خانواده زندگی کنید مثل استرالیا. خروجتون از ایران رو میفهمم ولی انتخاب استرالیا رو نمیفهمم. اگر به من بگید انتخاب استرالیا به خاطر امکانات تحصیلی و نمیدونم ویزایی که میتونم بگیرم و هزینه های کمی که داره یا ایناست، که اینا واقعیت نداره. یعنی الان به نظر من باز این انتخاب زیر سوال میره، اونم با توجه به رشته ای که شما اگر درست فهمیدمتون اقتصاد کاربردی، که البته این جزء انواع اقتصادا نیست، یعنی آنچه که ما به عنوان اقتصاد میشناسیم رشته های تحصیلی و تخصصیش اینا نیستند. اینه که من در مورد ازدواج، که خب من قصد ازدواج رو دارم، ولی خب لزوما این دو سه سال به معنی این نیست که حالا اون کیس مورد نظر پیدا میشه یا مثلا باید بشه اتفاق میافته. نه نه ببینید، خب همینجاست گرفتاری من با کار تصمیم قبلیتون. شما یه دریچه باز میشه برای ازدواج صاحب فرزند، شما بسته میشه عزیز. شما این اولویت اولتونه. باید بشه که خب خیلی باید بشه. ازدواج دارم، ولی اون فرد مورد نظر رو خب حالا نشد پیدا نمی‌کنه. خب ولی خب قرار اولویت اولشون باشه. ببینید همینجاست گیر من. بله با همون خلق. بنابراین اولویت اول شما ازدواجه. چون شما اگر خارج از ایران برید این احتمال خیلی خیلی کمتر می‌کنید. و در حقیقت با یه تصمیمی که اصلا معلوم نیست تصمیم درستی باشه، این قبلی که از نظر من درست نبوده، که شما تنهایی پاشید برید استرالیا، بعد آخر کارم متوجه بشید حالا صاحب خانواده‌ام یا صاحب فرزندم دیگه نخواهید. برای که اون فرصتی که همطور که خودتون گفتید در ایران برای ازدواج هست، در استرالیا نیست. بله. دکتر مورد دوم، من الان تحصیلی دیگه نمیخوام اقدام کنم، یعنی حالا توی فیلد مرتبطی من الان میخوام اقدام کنم، مهاجرتی میخوام اقدام بکنم، و گفتین چرا استرالیا الان از نظر قوانین و اینا اونجا شرایط بهتری داره با توجه به حالا مقایسه یادم میکنه با اروپا و کانادا. بسیار عالی. اگر شما رو این تحقیق کردید و به اینجا رسیدید که شما میتونید از طریق هر ویزای کاری نمیدونم هر چی میتونید بیاد استرالیا و اونجا شروع به کار بکنید، من حرفی ندارم. بله، من با یه دوره مثلا اصطلاحا یه دیپلم خاصی توی حالا مثلا یه چیز مرتبطی مثل مارکتینگ یا یه چیزی که به این شکل اونجا بگذرونم، دیگه نمیخوام وارد کار دانشگاهی بشم که بخوام حالا 3 سال 4 سال درگیر یه مطلب تحصیلی بشم. یعنی خودم هم چنین هدفی رو ندارم. اوکی. بنابراین شما میخواید بیاید به استرالیا و در اونجا یه دوره 3 ماهه 6 ماهه 9 ماهه رو بگذرونید، با اون مدرک برید وارد محیط بازار کار بشید، درسته؟ بله. و از جهت اینکه زبان انگلیسی من در سطح حالا نمیگم یعنی خوبی هستش، عالی که بالا خودم تو محیط بره بیشتر چیز میشه، ولی آمادگی این خب بنابراین نمیخوام اذیتتون کنم، ولی من مسئولم عزیز. اون وقت مثل این که کسی با دیپلم اومده میخواد بره کار، یعنی حقوقی که به شما میدن اگر مثلا فرض کنید حداقل دستمزد مثلا ساعتی 10 دلاره، یا به شما 12 دلار 15 دلار و همینجا میمونه تا آخر عمرتون، یعنی با این روند پیش میرید. چون ببینید عزیز، شما مدرکی در اون رشته هایی که میگید ندارید، شما یه دوره ای رو گذروندید که شما فرض بفرمایید من امریکا رو مثال میزنم که میدونم اونجا، شما بیاد به من بفرمایید که من دیپلم گرفتم بسیار خوب، بعد رفتم یه دوره 6 ماه 9 ماه 1 ساله رو تو این کالجایی که ووکیشنال هستن استخدام کردم، میگم بسیار خوب، شما اگر با دیپلم می اومدید ساعتی 15 دلار می گرفتید، حالا با این مدرک که اومدید میشه ساعتی 20 22 دلار، ولی اینجا دیگه میمونید تا 10 سال دیگه هم 30 دلاری، یعنی یه جایی برای اون رشد و پیشرفته نیست. برای اینکه این مدارک، یعنی این یه چیزیست که مال امریکاست و شما در عمل واقعا اذیت میشه. در ایرانم اگر هم پیشرفت، من کاری به زندگی ایران ندارم عزیزم. من حرفم این است که شما ببینید، من نتونستم صحبت اولا اصلا من هرچی بیشتر دارم به موضوع مهاجرت پدر بزرگوارتون و مادرتون فکر کنم بیشتر احساس کنم واقعا چه دست گلی. اون به کنار، شما الان به اینجا رسیدید و بعدم خودتون برید اشاره میکنید که خانواده احتمالا میمونن، شما تنها میخواید برید، اونم متوجه. ازدواج ما اگر شد شد، نشد نشد، اونم میذارم کنار. ولی عرض من این است که شما با یه چنین توانی و با یه چنین تسلطی به زبان چینی
به خاطر مدتی که اونجا بودید و درسی که اونجا خوندید، حیفتونه که به عنوان یک کارگر ماهر، نه کارگر ساده، که کارگر ساده فرض کنید 15 دلار میگیره، کارگر ماهر 25 دلار میگیره، بیاد این بشه مبنای زندگیتون که 10 سال بعدش هم با افزایش رشد سالی 2-3% به هر حال به جایی نمیرسه. یعنی چگونه یه نیرویی که شما دارید و توانی دارید هدر رفته. علتش هم 2-3 فرضی است که شما و خانوادتون کردید. یک، یه انتخاب چین. دو، انتخاب بی اهمیت گذاشتن مسئله ازدواج. سه، موضوع من باید از ایران برم و اینجا رو دوست ندارم درش زندگی کنم. چهار، به جایی میخوام برم که زبانش رو اونقدر بهش مسلط نیستم، تا حدی که برای زندگی لازمه دارم، ولی اون چیزی نیست که اونجا به من یه امتیازاتی بده. پنج، درسم نمیخوام دیگه بخونم که برم دانشگاه و مدرک دانشگاهی بگیرم. بنابراین پیشنهاد من خدمت شما اینه که شما موضوع مهمی که بعدا میتونید پشیمون بشید رو که ازدواجتون رو بذارید در مورد اول، بگید یکی دو سالی تمام کوشش و تلاش همون میکنم که اگه فرد مناسبی پیدا شد ازدواج کنم، بعدا با او تصمیم میگیریم برای ماندن یا رفتن. و اگر من ابدا نمیخوام در ایران بمونم و این برای من مهمه، با کسی ازدواج میکنم که او هم بخواد حتما از ایران خارج بشه. حالا دوتایی در یه شرایط و وضعیت دیگری قرار میگیرم، ولی درست مثل آدمی که میخواد از خونه بره بیرون، اول باید مطمئن بشه لباساشو پوشیده، کفشو پاش کرده است. با لباس خونه و پا برهنه نمیشه اومد بیرون، که میریم اونجا بدن کفش میخریم و لباس میخریم. من دلم نمیخواد اون الان یه تصمیم بگیرید که بعدن پشیمون بشید. اگر شما حرفتون این است، واقعا به خودتون، به من جواب ندید که حالا مسئله ازدواج شد شد، نشدم نشد، خب موقعی شما آزاد میشید، حالا میتونید فکر کنید کجا برید. ولی به گونه ای که شما من میفرمایید که به عنوان دانشجویی نمیخواید برید، دانشگاه هم نمیخواید برید، خدمتتون عرض بکنم که کانادا و امریکا و استرالیا به شما جایگاهی نمیدند که بتونید بهش مفتخر و سرفراز باشید. یه جایگاهی است، یعنی نیاز هستش حتما تو اونجا یه بالاخره یه دوره دانشگاهی گذرونده بشه. شما نه نیاز این عزیز من، ببینید شما بگید به من بفرمایید، میدونم یه در اذیت میکنم ولی چاره ای ندارم. شما بگید من اومدم دیدم نمیخواد بیشتر از دیپلم درس بخونم، میگم خب زندگی رو باختید، از 100 تا آدم 99 تا به هیچ جا نمیرسن. چرا؟ برای که وقتی به من میگید لیسانس رو میگیرم، میگم 20% جلو افتادید، ولی ما تو دنیایی هستیم یه آدمی با توانایی های شما قرار نیست اونجا بمونه. شما نمیتونید روی یه دونه اتومبیل 18 چرخ که 10 تن 20 تن بار میبره یه صندلی بذارید از لس آنجلس ببرید نیویورک. شما دارید این کارو با خودتون میکنید. شما یه آدمی با این همه توانایی ها گفتید که خب همه باید بار ببرن، منم 1 کیلو میبرم. خب شما الان 10 کیلو رو میتونید ببرید. و به نظر من این انتخابا به دلیل مخلوط کردنش با هم کار دستتون داده. صحبت های منو یه دفعه دیگه بشنوید، با خانواده راجعه صحبت بکنی و یا با دوستان و کسانی که هستن، برای دلتون باز زنگ بزنید برای تصمیمی که گرفتید. ولی من این انتخابای درهم شما رو نگرانم میکنه، یعنی نگرانی من بشه همینی که تا الان شده. یعنی درست مثل که شما میگید من میخوام برم دبیرستان ولی در این حالم میخوام برم دور دنیا بچرخم، زمین من میخوام برم فوتبالیست بشم. خب احتمال که هیچ کدوم از این ستا نشیده است، برای که نمیتونیم همه رو برخی از اوقات با هم داشته باشیم. و به همین جهت است که اولا یه جدول ترجیحاته و بعدش هم بعد از اولی دومی و دومی سومیه. من تو سی دی راز و رمز موفقیت هم آوردم، مطالعات نشون میده که آدمایی که تو زندگی برنده اند، حالا موفقن یا برنده اند، بردن، با آدمایی که تو امریکا بی خانمانن، هوملسن
و این هوملس بودن هم نتیجه حوادث یا تصادف و اینا نبوده، نه عملا یادم بودن که به جایی نرسیدن. وقتی که بهشون گفتن 50 چیز مهم زندگیتون رو بنویسید، 45 تاش عین هم بوده. فقط مسئله این بوده که در اون آدمای موفق تحصیلشون، کارشون، ورزششون، روابطشون، سلامتیشون جزء 5 6 تای اول بوده. ولی این گروه دوم تحصیلشون، کارشون، سلامتیشون بوده 32، 34، 46. و چون در تمام زندگی آدم مثلا به 20 تا کارش بیشتر نمیرسه، اولی توی 30 سال رو کتابم خونده و یا حداقل به اندازه 2 سالش کتاب خونده، این آدم در تمام مدت 30 سال یه صفحه کتابم نخونده. ولی وقتی بهشون گفتید مطالعه مهمه یا نه، تحصیل مهمه یا نه، هر دو گفتن بله مهم، اولویت عزیز، اولویت مهم، پرایوریتیه. و آدم ها چرا یک کسی مهندسه، چرا یکی دندان پزشکه؟ برای که اولویتش بوده. و شما به نظر من این مخلوط کردن اولویتاتون کار دستون داده از آغاز و همچنان ادامه داره. چرا من دیدید متاسفم اینجوری حرف میذارم، واقعا متاسفم، ولی چاره ای ندارم. یه پدر و مادری برگردن میگن ما دو تا بچه تینیجری میخوایم بریم چین برای که مأموریت و کار، برای چی بریم؟ اصلا منتفیست. و بعدش هم اون رو به یه جایی نرسونن که حالا که این انتخابو کردیم از این بیشترین استفاده کنیم. بیشترین استفاده این است که شما بیاید زبان چینی درس بدید. اینو کجا میتونید درس بدید؟ میتونید تو ایران یا جای دیگه، ولی ایران رو انتخاب کنید. ولی بعد شما یه نگاه و نظر دیگری دارید یا یه خواسته دیگری دارید، اون که من نمیخوام تو ایران باشم، خب اونم خط میکشید روش. تا بنابراین حالا میخوام حرکت کنم برم یه جایی مثل استرالیا، اونجا هم نمیخوام برم دانشگاه، میخوام برم یک دوره ای رو بگذرونم و مشغول به یه کار بشم. مثلا تو همین رشته شما که ازش خبر دارید، برم یه دوره بوک کیپینگ یا حسابداری، دوره محدودشو 6 ماهه، 9 ماهه، 1 سال یاد بگیرم، برم در جایی که فرض کنید حداقل مزد 10 دلاره، من 25 دلار و دیگه بمونم برای این تا آخر عمر. زمینن ازدواج من به خطر بندازم. ای تشکیل خانواده براتون مهم. درست. البته من یه سوال دارم. دو تا سوال هستش. یکی اینکه اگر مثلا توی یکی دو سال ازدواجی صورت گرفت، خب من باز همون طرف برم از نظر زندگی کاریم همین حالتی که شما میفرمایید میشه. خب معلومه که هست، برای که اون یه واقعیت هست. اون که فرقی نمیکنه، فقط با توجه به همسرتون حداقل یک موضوع اصلی رو پشت سر گذاشتید. ازدواج هست و تشکیل خانواده است. دوم با ایشون تصمیم میگیرید که کجا برید و حالا کنار هم و با هم هستید. از اولم شرطتون برای پیدا کردن کسی یا رابطه این بودی که از کشور خارج بشید. اگر تغییر کرد که خب ما در هر زمان با توجه به اینکه چه کاری درسته میکنیم. ببینید شما نمیخواید یه چیزایی رو که به نظر من یه کمی ذهنی و خیالی هست رو کنار بگذارید. شما با یه دنیای واقعی رو به رو هستید عزیز. یعنی اشکار کار اینه که این واقعیت که تعیین کننده است و اون رو قبولش کنید. شما 32 سالتونه، شما این آگاهی ها و توانایی ها رو دارید، شما مسئله ازدواج و تشکیل خانوادتون مطرحه، شما مسئله داناییاتون یا تحصیلاتتون یا هرچی مقایست بایدید مطرحه، شما محل زندگیتون مطرحه که میخواید خارج از ایران باشه، همه این اصلا قبول. ولی باید بدونید کدام اول، کدام دوم، کدام سوم. یعنی اول باید جوراب رو پوشید بعد کفشو. شما میتونید کفشتون پاتون کنید جوراب روش بکشید و شما به نظر من دارید این کار رو میکنید. خب اینه باید مواظب بود که چیزی رو که اوله اول، first thing first، این اساس موفقیته. first thing first، اولین چیز اولین باید باشه و بمونه تا تموم بشه بره سراغ دوم. من مورد بعدی رو که میخواستم بگم، من اگر که حالا الان در حال حاضر این تصمیم رو بگیرم که شما فهمده یکی دو سالی باز در واقع به فکر تلاش این باشه که آدم در واقع موردی باشه واسه ازدواج و اینا، من واقعیتش دوست دارم که مستقل زندگی بکنم. یعنی اینکه بخوام به سبک ایران با پدر مادر بدم توی یه خونه باشه و حالا دو طرف تحت تاثیر قرار میگیرن. میخواستم بگم که نظر شما در این رابطه چی هستش؟ خواستم میفهم یعنی مستقل یعنی چی؟ شما میتونید از خونه برید بیرون مستقل نباشید، تو خونه باشید. بعد مهم اینه که پدر و مادر
و برادر به این موضوع چگونه نگاه میکنن، امکانات مالیتون چگونه است، محیط اطرافتون، نگاه و نظر مردم راجع به شما چی هست و این مسئله مستقل زندگی کردنتون یعنی چی؟ چون ببین عزیز، مستقل زندگی کردن پشتش مسئله خودکفاییه، یعنی I'm self-sufficient، من خودکفا هستم و مستقل و آزادم. بسیار خوب. ولی در یه جامعه مانند ایران معمولا ترجیح این دختر تا زمانی که ازدواج نکرده کنار خانوادهش باشه، هم از امکاناتی برخورداره، هم به هر حال به عنوان خانواده اگر قصد ازدواج داره جلو میره، تا اینکه شما بیاید جدا باشید. بعد باید خب هم با توجه به هزینه ها و درآمدی که دارید یه مقدار زیادش صرف فرض و این اجاره میشه و یا نیازهای دیگری مثل تلویزیون و تلفن و همه چیزایی که تو خونه هست، در حالی که الان در خانه ای که با پدر و مادر هستید این گونه نیست. بعدم مهم اینه که چنو رابطه ای با هم دارید. یه زمانی هست که رابطه ای همراه با تنش ها و اختلافات و اشکالات خب یه مسئله هست، زمانی که نه، زندگی به حالت عادی و روال عادی خودشو داره. ولی خوشبختانه وقتی شما تو خانواده هستید، حداقل هی آمدید خانه برای نهار یا آمدید شام، حداقل مادر نهار و شام رو هم فراهم کردن، پس برای این وقت و انرژی شما اونجا صرف نمیشه، تازه هزینه هایی هم بهتون تحمیل نمیکنه. ولی ببینید، شما یه پیام من دادید که مثلا نمیخواستید در ایران زندگی کنید، الان هم هنوز اون رو دارید، بعد الان در همون ایران هم که هستید ترجیحتون است که با خانواده نباشید و مستقل باشید. هیچ کدوم از اینا عیب و ایرادی نیست، ولی برخی از اوقات این ماجرای مهاجرتتون اینا با هم همه با هم و همخوانی ندارن. چون من همیشه این عرض کردم، من هزاران بار وقتی رفتم توی مغازه خرید کردم، وقتی خواستم یه کالا رو بردارم گفته پول تو بده، پولمو نمیخواستم بدم، ولی گفتم خب کالا رو میخوام، پولم هم میخوام. ما تو دنیایی هستیم که چنین چیزی نیست، هزینه داره، من باید پولمو بدم تا کالا رو به من بده. و شما وقتی آمدید گفتید من میخوام مستقل زندگی کنم، یک، از نظر مالی مسئله است، دو، اصلا خانواده بهش چگونه نگاه میکنه، سه، دیگران بهش چگونه نگاه میکنه، چهار، چند روزه کار و دردسر و وقت و انرژی شما ای بس ها روز یکی دو ساعت به مرتب منظم کردن خونه و تمیز کردن خونه و تهیه غذا و خوردن همه اینا و شستشو و اینا میگذاره. شما همش وقتی روزی ما چقدر بیداریم که شما خود دو ساعت چه اینجوری هدر بدید؟ برای چند روزه در خانواده‌ای که هستید زیر فشارید که از اونجا میخواید برید. و بعد یه نگرانی من دارم که مجبورم بهتون بگم، از حرفام پیداست، من بارها عرض کردم بسیاری از دوستان فقط میخوان برن یه جایی که اینجا نباشه و میخوان برن یه جایی که خودشون نباشن. اشکال کار این است که وقتی من از یه جایی به یه جایی میرم، صبح که بلند میشم تو آینه نگاه کنم، میبینم خودم هم اومدم، اون وقت که متوجه میشم همه چیز با من اومده. چون آنچه که مسئله زندگیه که بارها عرض کردم، در من چه میگذرد آن زمان که جهان در گذر است. گذر جهان گذر خودشو داره، مهم اینه که در من چه میگذره. بسیاری از ما فکر کنیم اگر بریم یه جای دیگه آنچه که در درون ماست تغییر پیدا کنه، ابدا، همون آدمی هستم که الان هستم، فردا اگر برم یا پس فردا برم برسونم خودم به اروپا، صبح توی یکی از کشور اروپایی چشم باز بکنم، همین آدمم. ما امیدمون همیشه اینه که بریم یه جایی که اینجا نباشه، برای فکر کنیم مسائل ما مربوط به اینجاست، و بریم یه جایی که خودمون نباشیم، که مجبوریم خودمون رو با خودمون ببریم. و این عدم شناخت و آگاهی و سازگاری با خود و محیط ما مسئله جدی است. اصلا تمام موضوع این که چرا هزاران بلکه میلیون ها نوع موجودات از بین رفتن به مقدار کمی موندن، مسئله سازگاریه. و این اون چیزی است که ما تو دنیا داریم، و شما با توجه به شرایطی که داشتید و وضعیت ایران و خانواده، این سازگاری ها رو همینجوری به هم زدید به این امید که جای دیگه بهتر باشه، درست مثل رفتنتون به چین و حالا بازگشتتون به ایران، و حالا کوشش و تلاش شما برای نبودن در خانه پدری مادری، بعد اصلا نبودن در ایران، خب به من یه پیام میده، و اون این است که شما به جای حل مسائل و رفع مشکلات میخواید از اون بگریزید، میخواید ببریدش یه جای دیگه.
به این امید یه جای دیگه از جهت گریختن نیسته، چون من یه تجربه داشتم، هنی حالت که بخوام تنها زندگی بکنم، از جهت اینه که شما تو ایران یکم حاشیه ها، یعنی بحث و گفتگو و حاشیه ها زیاده. خب معلوم. وقتی شما مستقل صحبت زندگی میکنی، اون تمرکزت رو زندگی شخصی خودت با توجه به سن و سالی که داری بیشتر هست. آخه عزیزم خداگاه چه شما تصمیمی نمیخواید بگیرید؟ چون یه جوری عمل میکنید مثل که صبح تو خونه که بلند میشید کنار پدر مادر، یا اگر مستقل باشید 17 تا پرسش هست که حالا چون پدر مادر رو دور بر هستن همه رو خراب میکنه. شما چطور شما صبح میشید میرید سر کار، صبح میشید میرید سر مدرسه، نهارتون میدون چون این تضاد نسلی هستش، استحقاق وجود داره. خب اینا برای طرفین انرژی، برای نمیگم فقط از جهت خود من، چه استحقاقی وجود داره؟ خب شما با پدر مادر در یه چیزایی با هم نظر متفاوتی دارید، خب اینا که معلومه. من هر روز صبح تا بعد از ظهر راجبش صحبت میکنم، بعدم استحقاق. پس اینجوری پس تمام افراد به مجردی که بچهشون به دنیا آمد باید ازشون دور بشن که تضاد نباشه. تضاد چه شکل داره؟ چه تضادی؟ خب همین هاست که دست بلا داره. خب مثلا شما، یعنی شما میفهمین اگه یه نفر مثلا تا 40 سالگی ازدواج نکرده همچنان در خانه مثلا پدر و مادری زندگی کنه؟ خب معلوم امروز این صلاحش همینه، برای که از اینش کمتره وضعش بهتره. بیرون رفتن چه مشکلی رو حل میکنه؟ ببینید شما، باز گفتم یه ذهنیتی دارید که من نمیفهمم اتون. شما اصلا فرضتون این است که پسر و دختر بره جدا زندگی کنه، بسیار خوب، من مشکلی ندارم. مشروط برای که به خودش نشون میده از نظر وقت و انرژی و هزینه و راحتی و امنیت در شرایط بهتریه. خب حتما این کار باید بکنه. خب پس اگر یه نفر میتونه این حالت رو تأمین بکنه، موردی در واقع نداره. خب همین اتفاقی که الان داره تو اروپا میفته، امریکا میفته، بچه ها در واقع یه سنی به بعد، 18 سالگی به بعد. خب آخه دو تا نکته است. اما معلوم نیست که اون تصمیم اونجا درسته و مفیده. دوم به ایران چه ارتباطی داره عزیز؟ شما اگر پاشدی رفتید، متاسفم اینجوری حرف میزنم ولی چاره ای ندارم، شما اگر رفتید وقتی که 5 تا خواستگار پیدا شد، از این 5 تا 4 تا فهمیدن شما تنهایید، میگن نه این تنها بوده برای که خیلی کارا بکنه، براشون متفاوته تا اینکه تو خانواده پدر و مادری بودی، خب حالا چیکار میکنیم؟ پس این وابسته به شرایط ایران هستش در مورد بله. شما من میگید که من آخه این جدایی رو دلیل میخوام عزیز. مسئله این است که برای کی گفته شما یه جمع تفریقی به قول معروف میکنیم مثل همون خرید کالاست که من صلاحم برای رشدم، پیشرفتم، راحتیم، آزادیم، امنیتم، آرامشم اینه که تو خونه پدری مادری باشم برم جدا. معلومه یه پرسشی هست، ولی باید بدونم که این نگاه واقع بینانه است. من اونو نمیبینم و گرفتاریم اونجاست. حالا همون پیشنهاد قبلی رو دارم، شما فکراتونو بکنید، با دوستانتون یا خانواده صحبت بکنید، حتی اگر دلتون خواست آنچه که بین من شما گذشته رو بذارید بقیه بشنون، نظر اونا رو بگیرید یا تصمیم بگیرید که خاطرتون واسه باشه حداقل این انتخابی است که الان با یه اطمینانی در حد 90%، 95% گرفتید که احتمالاً در شرایط عادی هم موجب پشیمانیتون نمیشه و احساس تأسف نمی‌کنید. به هر حال مواظب خودتون